از نازی لالزار شد بیدار در دل غمی دیرینا از نازی لالزار. ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Шермони Ҳолова бо иҷрои чунин саҳнаҳои рақсӣ миёни дӯстдорони санъат муаррифӣ гардид. Фаъолият дар ансамбли ҳамон замон овозадори зебо ва ҳамкорӣ бо устодони рақс Ширин Моҳро қавитар кард. Ҳамин буд ки рақсҳои гуногунро бо маҳорати воло иҷро менамуд. Худ ки аз олаи ҳунармандон аст, ин олам барояш бегона набуда, балки дар он худро хушбахт эҳсос мекард, зеро боварӣ дошт ки маҳз ҳамин роҳ метавонад ӯро дар ҷода муваффақ гардонад. من از خردی سرود میخوندم، رقص هیچ خیلی در اویله هنرمندان کلون شدم، تولد شدم، هم مادرم هم پدرم، بعدن برادرم، من هم خیلی بله. هنرمند هستیم. دختری حافظه خلقی تاجیکستان که بلبل تاجیکستان برنای سوقوا دخترکشون با ما رقص یاد میدادن، صوفیا بدلبویوا نیو برتا بدلبویوا، اونار که در خونم بود از کودکی نغز میدیدم. این حتی در لحظه مکتب خونی شما لکه شوق داشتید زیاد میرفتید؟ شوق از کودکی داشتم. من همین سرودهای فقط در برنامه میگویم که در آن وقتا هر یک خاندان رادیو داشت. بله بله. بعد از کودکی من فیلم های هندی رو دوست میداشتم. برادرم با اپام یکانجا در گازت ها نگاه میکردن، کینو در گجا من از دومشون فقط میرفت، من رو میگرفتن. بعد از خوردی زمزمه ای سرودهای هندی میکردم، برای همین ممکن آوازم هم خیلی نازک اگنه آوازم باید. اگرچه روی سانه شما سرود نمیخوندید ولی در تنهایی در علاویدگی سرود میخوندید. ظرف میشوشتم، یکان آزیرو نمیخونم، در کودکی میخوندم، زمزمه میکردم. بعد دو سرود بود با من عاشق شده بودم هم وقت در رادیو، سرودی از ریالی سفید. در سبای پر نور کوچه های شهر من زیبا. من کلون میشم همین سرود رو میخونم. باز یک سرودی و سفر بیگیم توش خوجایی و میخوندن سرودی خوشرو اولیم دایودا میبید ای دلا سودا باش دل دادا مهمان آمده است. همین سرود، همین دو سرود رو من گفتم من رخصه اینکه سرانده اصلا هنرمند نمیخواستن که من هنرمند شوم، برای اینکه پستی و بلندی هنر رو در یک برنامه گفته است. در اگرچند بعدان شما در سرودهای خود پدرتون رقص کردید. بعد گوش کنید، در اینستیتوت پیداگوگی داخل میشوم در بخشی زبانهای خارجی انگلیسی. سه سال میخونم، وقتی انسامبل زیبا رو میبینم من شب و روز خوب نداشتم دیگر. پدرم نه خیر، من یک سال با پدرم رفته بودم، اینستیتوت رو ترک کردم. پدرم با من یک سال گپ نزدن. با پدرم گفتم پدر جون سرطان بلند، من سرطان رو هیچ وقت خم نمیکنم. من همین رو به وای کس وعده داده بودم، با وعدم وفا کردم. بدیلم بدیلم جر زدن بر سینه، جدا کردن ما را. وقتی
که من ترک کردم رفتم در تاجیک اطلس طلبه کار کردم. بعد وقتی که به استادی گذاشتم همون وقت شب و روز پدرم مادرم رو میگفت که خیلی من دخترت رو دختری خوب خیلی من نگاه میکنم چی خیلی کرد که پدرم روزی شدن. و وقتی که من در انستیتوت پیداگوگی میخوندم در سیوم کورس بودم، پیش از وای انسامبل زیبو در آینه نیلگون با برنامه بر اومدن که همه بخوام دختران جوان عاشق این انسامبل بودن. مادرم دوستی من بود. از پدرم میترسیدم. روستی روستی میرفتم با اونجا، کم کم میرفتم. بعد یک روز رفتم که خودم رو نمونویس کنم که کنکورس تمام شد. بعد من اپای مستانه ارگشه و با من استادی کردند. در بالا دختران جوان رو برای انسامبلی دوتارنوازان، دخترانی دوتارنواز کنکورس اعلام کرده بودند. من به آنجا رفتم. من به آنجا رفتم که نزدیکتر به انسامبل زیباشم. بعد برآمدم در آنجا کنکورس رو گذاشتم. در دوتار می نوختم. یک روز خانه آمدم. پدر جان من امخیل من رقص نمی کنم. من سرود می... و یک کس گفتن اگر سخت هنر رو دوست داری مایلش سرود خون رقص نکن. من گفتم نه من رقص نمی کنم. من سرود می خونم. دوتار رو گرفتم و یک سرود ایادم است. ازبکی. جان کم ایلان منو کم امان یار. پدرم از خنده یا سوز شد. خیلی می رفتم نیکی در وقتی تمرین فقط پویان می دویدم در انسامبل زیبو رقص می کردم در زونویم خیلی باید تمرین می برونم. من می رو دلم کشول بود. بعد وقتی مادرم با پدرم دل پدرم رو یافت مایلش گفتن و بعد رفتم با اونجا. اینک کارو در انسامبل آوازدار زیبو شروع کردی؟ شروع کردم. تشکر به امکی مبارکشو جمعیف که آرتیست خدمت نشون داده تاجیکستان بودن. اون کس یک خشتباری دارم از طرف مادرم. مادرم التماس کردن که دخترم رو به پیش زیبا همین زوده برید. بعدم خیلی رفتم و بسیار پدر و مادرم رو حرمت میکرد. فهمید که من دختری فلانی نیکی شش ماه در یک طرف من تمرین میکردم. باید یک سال تو تمرین کنی، بعد اویسته اویسته اگر طاقت فرسو شود. معلمه یک 300-200 نفر دختر رو میگرفت. از کنکورس میگذاشتن. لیکن بعد از یک سال یک 6-7 نفر میموندن. برای اینکه معلمه بسیار سختگیر بودن. بسیار بعد هر کس طاقت فرسا نبود. اما شما تحمل کرده این همه مشکلی ها رو و پس از 6 ماه وردی انسامبل شده. بعد از 6 ماه معلمه کار ما رو دید و گفت که همه کاغذات رو تیار کن. به کار شروع کن. خودی شیرین ماه خردسال نیست از منشأ گرفتش از همون مکتب هنری پدری زنده یادش آغاز یافته بود و این جانب در انسامبل رقصی دولتی وکالی اون وقتا که در نزد تلویزیون و رادیوی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشت انسامبل زیبو از همون وقت فعالیتی کاری و فعالیت ایجادی شیری ما از همین دسته سر شد. با دولت نظری در یکی از سرده شما تنها میرخصید آنجا نوار در شبکه های اینترنتی نیست پان شده است. ما با دولت کار میگرد موسیقچی های ما بودن ویو. دولت هنرش بسیار بلند بود. چخیل در تولک، چخیل در خورجه، در افغانستان چخیل او رو پذیرایی میکردند. چی گناه اتفاق افتاد؟ مثلا در انسامبل زیبا گل دخترکان زیاد بودند و من شما رو انتخاب بکنم و در همون سرودی جالبی دولت نظری مثلا شما رقص بکنید و او سرود بخوند. در قشلاق خودت اگر دمی طبیعتا کلون شده باشید تو طبیعتا همون هنر رو خواهی نخواهی یاد میگیری. در دلت هست. من در اینجا کلون شدم. من نمیتوانستم امین رقص رو. بعد آهسته آهسته به توی های بدخشانی می رفتم و همین کیم چهل در درونم همین سرود بدخشانی سر می شود و من در جایم شیطه نمی توانستم. می خواستم. بعد معلمه من که شد زرگل اسکندروه، اون کس رو من از نزدیکی نمی شناختم. از تلویزیون معلمه که من رو من شرم داشتم دیگر ناموس کردم. فقط رقصای همون کسا نگاه می کردم و از همون کس حرکت هایش رو یاد می گرفتم. رقص بدخشانی ملایم ملایم است. بعد آیسته آیسته از همون کسی یاد گرفتم. یک برنامه شد دریاد هم است که از طریق آینه نیلگون انسامبل رقصی زیبا می رقصد. همین خیلی برنامه شد.
در اونجا 13 رقص اجرا کردن، دیدم هر یک دخترکو از هم دیگر زیبا خوش بودن. من دوست داشتم این انسامبل. وقتی که در گازیتا و در مجله هایی که اعلان می شد انسامبل زیبا برنامه دارد در روزهای نزدیک، من حتما انتظار می شدم که همین برنامه را تماشا کنم. اپای شیرین ما نیهالوا در همون انسامبل می رقصیدن، بسیار یک استعدادی بلند. من بسیار عاشق رقصهای آنها شدم. شیرین مانی حالا در کشورهای زیادی روی عالم سفرهای هنری نموده است که خاطره های زیادی از آنها دارد. از جمله چند دولت های اروپا، هندوستان، افغانستان، ترکیه، عربستان، کشورهای اتحاد شوروی و چند دیگر. زمان شما در گروه آوازدار رقصی بودید، با دعوت شادروان کرامت الله قربان یک ترانه را در یک جایی سرایدید و سبب همین ترانه شد که بعدن فعالیت شما در جاده سردخانه نیز رشد کرد. خوب تفصیلات بیشتر رو میخواستیم از خودشون بفهمیم. شما معلوماتتان زیاد است. وقتی که ما به هندوستان اعلان کردن که ما باید به اونجا سفر کنیم، سفری هنری، معلمه گفت که ما باید یک هنرمندی سراینده رو با خود گیریم که سرودهای هندی رو خوش رو سراید. بعد همون دقیقه کرامت الله در انسامبل گلشن. شما در زیبا بودید، اونها در گلشن و همگی اومدن یک چند سال کار کردن. بعد گفتن که کرامت الله رو با خود میگیریم. معلمه میدونست که من سرود میخونم، همون وقت بسیار میخواست که انسامبل رقصی و آوازی شود. با سه کسی ما سرود که ما سرود خونیم و در وقتی سرود ما هم رقص کرده دخترها با ما رقص کنند، همین رو سرود میخوندیم. بعد معلمه کرامت الله رو با ما گرفت، چند سرود رو تمرین کردن. یک سرود رمایا وستا اونجا دخترها میخوان، رمایا وستا وایا سرود هندی، این رو عمومی بود. هم دخترها اونجا میخونن، کمکک من میخونم و دخترها رقص میکنن. سرود وعده رو دویت خوندیم زنده نکی. بعد وقتی که با کی خوندید؟ با کرامت الله. مثلا وعده یه وعده رها سجنا، یه وعده رها سجنا، یه وعده رها سجنا، همین سرود رو در آنجا اجرا کردیم. هندوها به صحنه بر آمدن بعد از کنسرت گفتن چه شما سرود ما رو، سخنای ما رو چقدر تلفظ تازه دادید، حتی صدای شما رو به یکی از آوازخوانها مانند کردید. نه دیدش با اکن لاتا منگیشکا آوازش تنوکی به دست از من، از خواهرش آشا باسلی. من اون وقت اینقدر اونها رو، لاتا منگیشکا رو میشناختم، آشا باسلی رو بعد آهسته آهسته گفتن رو سر کردم. صدایش در کینو فیلم ها زیاد است، اما زیاد نفران نمیدونن که مثلا صدای کی هست. زیاد زیاد گفتم که همسرشون در بخش هندی در شرشناسی میخونند و همین سخنای هندی رو وای کس ترجمه میکند و همون کس یوردن میکند. اینها توانستن که در هندوستان برای هندوها، برای هندوهایی که چندین هزار سال این رو تمدن دارن و توانستن که از نام ملت برومند تاجیک ما پیشنهاد نمایند با که با اونهایی که در فرض کردیم بهترین سلوله سرای ها، یعنی که صنعت و تاریخ رسالت داشته، اونهایی که علاقه مهر دارن در اونجا هنرمند ها زیادن، همه اونها رو ما نام بردن نمیتوانیم، اما صنعت تاجیکی ما توانست صنعت با زبان ناب فارسی در قطار زبان هندی مثل جا مقام و منزلت خود رو پیدا نماید. این تاثیر انا همین هنرمندانی ما، همین دو نفر هنرمندی که توانستن در یکی از فستیوال های برجسته برومند هندی از نام ارفانیان و فرهنگیان تاجیک توانستن صنعت ملی بستبند نمودن، بستبند یعنی که رشتبند کردن
صنعت دو کشور رو. یه مادر دل رو با یه مادر دل رو با صنعت موسیقی فهمی استاد کرامت الله تا اندازه بالا بود که شاید در خود هندوستان هم از زمره هنرمندان والای کسبی داشته هندوستان که نفوذ و طرز لحن میگویند لحن آوازخانی کرامت بسیار شیرین که بود شاید همین چیز هم تأثیری خاصه گذاشت برای از خود نمودن صنعت آوازخانی لپرخانی و این چیز به تاثیر نمون بدیه خانی چون که بعد از شیرینمو و کرامت بعد از هنرمندانی که در همون سالهای 80 وجود داشتند یک پدیده نوی رو به میان آوردند و پدیده هنری آوازخوانی زمانوی سرود رو توأم نموده و مخلصان سرشمارشون توانستن رساندن این موفقیت ایجادی همون ساله سالهای 80 همون عصری گویم که سپری شده بود. بعد همون هندوستان کرامت الله به من گفت که یک چند سرودی دو کسه دارم بخونیم و زمان نغز میچسبد. من از خرسندی جو نیافتم میخونم گفتم از همونجا آمدیم این یوده رو ثبت کردیم بعد از آی جونی من من وقتی که سرودخوانی رو سر کردم اصلا همین سرودخوانی پروفسیونالی رو من بسیار خرسند بودم در وقتی کور فراموش نشونده هست رویش کور چه خیل ثبت میکردیم چه خیل همش از یادم نمیبروید و وقتی که جونی من رو بعد ثبتی کلیپی کردیم اول در کنسرتی دولتی اون رو خوندیم همون وقت من آهنگ کرامت الله قربانوف است آهنگ کرامت الله وقتی گفت که در کنسرتی دولتی ما این رو باید سر من گفتم نه معلمه ما رو نمیموند او چخل نمیموند و من این سرود رو نو کردم من باید این رو در کنسرتی دولتی خونم من تیار شدم و نمیدونم اکن چیزی شود بعد یکی دیدم معلمه اومد خیلی مویم رو سوز کرد و گفتم آخی نخص معلمه مویم رو سوز کرد یعنی هیچی من با من جنگ نمیکند هیچی نمیگوید بعد ما یکم بار با صحنه کلون در کنسرتی دولتی قدر خلق زالی کنو کنسرتی نو بود خوندیم در اونجا از یادم نمی رود عشق رو حفظا پیدا و ناپیدا لپر خوندنی اونها برای ما شنونده ها ما تماشابینان که ما خود مخلص بودیم هم در آوازخوانی مثال زنده یاد استادی هنر کرامت الله و استادی هنر شیرینمو نهال یک جذبه بود با جوانان سال 80 یک تأثیر بسیار خاصتن داشت که حتما ما پیروی میکردیم اجرای بدیه های پای در پای با هنرمندی زنده یاد کرامت الله قربان او را میان هواداران سرود موسیقی شناخته نمود مردم علاکه شیرین ما را نه تنها همچون رقاصه بلکه چون آوازخوان شناختند اکنون در بیشتر محفل ها این بانوی هنر با صنعت سرود و رقص خاطر همگان را بلیده میکرد رفتیم از این باغ سرود پدری من است این سرود رو دو کسه با زن میخوندم اون وقت در فیلارمونیا بدیها میخوندن رفتیم از این باغ هجری تو حاصل داغ تمنا چون لاله بر دل چون لاله بر دل Oh,
سرود رو بعدیا میخوندم. من گفتم خیر ممکن اینقدر شرایط نداشتم بیا که بریم باخ. چشمی سیو داری بچه ها میخونن سرودوی پدرم رو، گفتم یک سرودی پدرم رو خودم خونم. بعد این سرود رو در وقتی که معلمه در زیبا و دختران یک گلنورا خونده بود، جورا جان دلم تنگ اومدی الفتا جون وای خون بی بی سنم جانه. من گفتم ای خدا من چی خونم. بعد مقصد شوی مچوی گفت سرودی پدرت رو خون. همین رفتیم همون کس با من گفتن. بعد همون وقت کارگردانی همین برنامه مقصود شوی مچوی بودن. چند روز ما سبتی انسامبل زیبور سبتی رقصوی و سرویندگی رو در ورزوب سبت کرده بودیم. وقتی که شد روان مقصود شو ایمت شویف یک برنامه رنگین پیش کردنی شدن، در اونجا باید که زیبا هم می سراید هم می رقصید. از جانبی استاد زیبا می زاده، از جانبی کارگردان روی صحنه می آورد این مواد های خوب را، در اونجا همی خیال بود که باید که دختر ها هم سراین و هم می رقصند. بعد چونی هم شد، زیبا می سراید زیبا می رقصد. اونجا سه نفر سرود خواندن که یکی از اونها اپای شیرین ما بود. رفتیم از این باغ، این خیلی سرودی خیلی معمول بود، بسیار سرودی بسیار آوازدار هم بود، لیکن وقتی که اپای شیرین ما این سرود خوان با یکی سیاد بود، اونجا دخترها می رقصیدن، رنگین بود. هر جا رقصای یکه بسیار اجرا میکردن از طرف استاد هنرمندی تئودی شوروی زیبا همین زاده به صحنه میگذاشتن. من به این بسیار به این چیزا اهمیت کلان دادم و بسیار دوست داشتم همین گروه هنری رو. از اون جلو پای شیرین ما و وقتی که من دانشجوی کورسی سه بودم خطا نکنم، مرا دعوت کردم به گروه انسامبلی رقصی زیبا، وقت در کمیته تلویزیون و رادیو کار میکردم، دعوت شدم. کاروی دیپلومی هم رو در اونجا من سپوریدم، با بهای خوب و اعلی از طرف استادم زیبا میزاده قبول شدم و با اپای شیرین ما همه خیلی دوستی پیدا کردیم و رفت آمد کردیم و من حس کردم که جوانهایی که استعداد دارند و مثل بسیار لیاقت دارند و کوشش میکنند اپای شیرین ما دوست میدارد. دولت نظری که در انسامبلی بود، هم مطرب بود هم آوازخوان بود، ما بسیارتر انسامبل زیبا تنها می رفت، مثل با یکانجا با سفرهای هنری. برای من ما هم حافظه خودمون رو داشتیم، موسیقچی های خودمون بود، مثل یک افتوبوسی چودر داشتیم که با ما توفه کرده بودن که انسامبل زیبا با همون خود افغانستان رفتیم. معلمه همین سرود رو دولت پیشنهاد کرد و من در اونجا هم آوازی کردم. این سرود دلبرم دلبرم با واسطه اول تلویزیونی تاجیکی ما که شبکه اول نمایش داده شد، سررژیسور اون وقت استاد اربوبی هنر حلیم سنگین بودن. همین سرود رو در منظره بسیار زیبای کشورمون که در فیض آباد بنوار گرفتن و گلدختران انسامبل رقصی زیبا نیست اونجا با همین سرود، با همین اشتراک منو گویم شیرین هلوا، این سرود رو در همون نوار، در همون کلیپ های پیشینه، یعنی گویم خطا نمیکنیم، همون جا خونده بودیم. دل با تو دادایم آها من ربا دل ربا Bye.
برگزاری برنامه کنسرتی برای شیرین ما تا به هنوز فراموش نشدنی است، زیرا مدت طولانی این روز را انتظار بود. هر یک سرودش را با حسیاتی گواره اجرا کرد و مخلصانش را با صحنه‌های جالب و رنگینی خود شاد نمود. هوادارانش هم از سرود و هم از صحنه‌های رقصیش حلاوت بردند. من کنسرت رو دادم، من فکر کردم که هیچ کس نمی بیاد، اما خلاودم بسیار بود. در تالاری اپرا بالت من از خردی این تالار رو بسیار دوست می دارم و به مقصدم هم رسیدم. تشکر به اون وقت وزیری فرهنگ بوبخون علیف بودند. اون کس به من بسیار یاردم دادن. من هیچ وقت کمک اون کس رو از یاد نمی برارم. پیشنهاد شد باید که با نشر ایمانی حال و باید یک کنسرتی خود رو پیشکش تمام شابینا کنند و طرز زنده هم برقصند و هم بسرایند. در اول برنامه تنها می رقصیدند، از اون رقصایی که در آنجا خودش می رقصیدند. امی خیل یک سیناریو گویم هم امی خیل ترتیب داده. زحمت خودش هم بسیار بود، چون که بسیار زحمت کشید، بسیار محنت کرد. در آنجا خودش هم رقصا برای صحنه آوردگی بود، بسیار امی خیل بود. لیکن اون چیزی که خودش که می خواست که مثال در سرود دوشنبه، این هم پیشنهاد خودش بود. بعد همین نوار و بعد همین رقص بسیاری ها کوشش کردند که با طرز سرود های و با طرز آهنگ های و سرود هایشان همی خیل همچون دویت در صحنه بود. کس مونند باشد و در کنسرتم سرایم. همون وقت با یک سراینده میخوندم چی کاری شد که یک هفته پیش از کنسرتی من اون کس نگفتند. بسیار عذاب کشیدم، بسیار تنقیسی کشیدم، آوازم هم گم شد از عصب. بعد صدردین در همون استودیو استودگی بود، من دیدم که همون بچک میخوند. گفتم دادر جان با من سرود میخونی؟ مایلی اپا جان گفتو در یک روز سرود رو ثبت کردیم، نکه آواز کسل هم قدیس خوندم. در همه جا بانر موندگی، همه جا کنسرت، همه میدونن که کنسرت میشود. چهل منکون کنسرت رو پس میگذرانم. خیرت همون صدردین بود و با من همین دو سرود رو در همون جا خوند. شبانه تار چشمی منو ستاره ها در سینه قلب بقرار ای کم که خیرامان تو مگر خانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری، ای کم که خیرامان تو مگر خانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری، با کمال مایل این سرود رو گوش میکنم. سرود شما که کپک خیرامان نام دارد، آن صحنه برآمد شما، آن لباس های ببر کرده، آن رقص های هماهنگی خیلی هم جالب. فکر میکنم که حالا همین هماهنگی در هنرمندای ما قریب که نیست. سفر محمد ایوبیه بسیار شاعر خوب و انسانی خوبم بودند. دخترانش بسیار آوازوی یک آوازوی عجایب دارند. من با دلربا ایوبی
روانشناس بودم کمی در گلشن کار کردن و وقتی می اومدن می رفتن آوازش با من بسیار معقول بود فقط نصیحت می کردم دل ربو باید سرود خونی باید سرود خونی آوازی نمی دونم در کجا هست آوازی بسیار خوب داشت آوازی خواهرشون می خونند بسیار آوازی خوب دارن بعد وقتی که من آواز دلربا رو شنیدم وقتی که همین سرود رو سرایید من گفتم برو اومد و بعد من گفت دلربا جانم قمم به همین سرود معقول میکنه من مرکه و به همین سرود رو سرایم گفت که مایلی اپا جان بعد من همین سرود رو سرایدم چند وقت در چند مرکه و به خلق معقول شد ای کبگی داری داری بود ای کبگی داری تو مگر خانه نداری من کبگی خیرامون کردم این سرودی خلقی است محبوب دل ها گشت محبوب دل ها گشت در برنامه کنسرتی خودتون اون رو سرودی آها باز با دخترو رقص موندم خودتون رقص دخترو رقص کردم آها من خیلی استاد رقص هستم اونجا هم شما در یک از صحنه ها خیلی هم رقصی جولی پیشنهاد کردید هم سرود رو جولی هر شب تاری در خواب منی امروز و فردا در یاد منی این سرود افغانی است این سرود رو اولین از پدرم شنیده بودم
پدرم هم این سرود رو میخوند. بعد برادرم آزر در تمام توی ها میخونند این سرود رو. دنیا غنیمت است از من خبر بگیر، هر لحظه قیمت است از من خبر بگیر. از من خبر بگیر سخنهای گلرخسار صفی و موسیقی دودر من. پدر من اصلا نظرداد علی دودف است. وقتی که از افغانستان به اینجا می آید، آدم خارجی گفته یک مردی بزیب، مردی خوشرو، قد بلند، افغان، گفته با ارمانیه یکم بار در اینجا و با رباب افغانی، خیلی خودتون بینید، تماشو بین ها همه. من با پدرم بسیار جاها رفته بودم. تاجیکستانی خود را من با پدر و مادرم شناختم که چه خیل ناحیه های خوش رو دارد، چه خیل جای های خوش رو دارد. پدرم رو چه خیل تماشا بینا دوست می داشتن. خلقی که با کنسرت پدرم می اومدن من از کودکی از یادم نمی برارم. این موسیقی برادرم خورشید علی دادی، پسر نظر دادی علی داد، همون وقت با پدرم نام خورشید رو موندن، آفتاب، که اینقدر در میانه خلق مشهور شدن. سخنهای امین سرود بسیار مضمونی خوب دارد. اصلا امین ببینید سرلوحش از من خبر بگیر به هر یک انسان به خلم تعلق دارد که یک آدم و آدمگری انسان باید مونده باشد که در وقت زندگی ما باید از همدیگر با خبر باشیم. همین معنا را دارد این سرود. وقتی که برادرم به من همین سرود رو نشان داد به من بسیار معقول شد و من این سرود رو ثبت کردم، سرایدم و یکمین بار در صحنه کلون این رو پیشنهاد کرده بودم. چی اتفاق افتاد که با بختیار ابراهیموف ترانه ازبکی عطرگل بسراید؟ این سرود را یک خواهرخانه مولوده ژورنالیست، مولوده گفت که با آوازت میچسبدم این موسیقی، همین رو گیرد به تاجیکی ترجمه کن و سرود خون. من وقتی که گوش کردم دلم نشد که این سرود رو معناش رو به من گفتن و مثل طایر زور و فرهاد و شیرین انم خیلی ترجمه دارد. گفتم سروده که خوش رو من این رو با که خونم. نرسیدم به تاجیکی ترجمه نخواستم کردن. بعد یک روز ششتم که برادری بختیار رو دیدم، یک فکر کردم که این سرود به بختیار میزیبد. بعد با برادرش گپ زدم، بعد گفتم که بختیار زنگ زنم هم خیم خیم. بختیار گوش کرد، گفتم بختیار جان یک دویه دارم، یک گوش کن. بعد وای کس گوش کردن و چه سروده که خوش رو. اپا گفت من همین سرود رو من دویت با هیچ کس نخوندم، نکیم با شما میخونم. بعد این سرود رو من فکر کردم که وای بختیار عزیز فرست، فکر کردم که طرفی شمال کشور بسیارتر ازبکی رو میدونند. نه اپا جان منم رنگ شما ازبکی نمیدونم. وا گفتم من فکر کردم که تو میدونی. بعد گفت نه میخونم. بعد این سرود رو ثبت کردیم، تمرین کردیم، دیدم کمتر قین اترگلر 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 می زبون بشین از شینت. گفتم فقط تمرین کردیم و خوندیم. بعد وای کس هشتمی مرد کنسرت داشتن، گفتن که اپا جان بیاید وای همین سرود رو در کنسرتی من اجرا کنیم. گفتم مایلش. اتر گل رو چتیک چرای، اتر گل رو چتیک چرای، قره کشکو بلور سرای. یلدزلر اچرا تنخای، یلدزلر اچرا تنخای، عزیزم سن منین، منین عزیزم. سلامتی میخوام، پروازی بلند ایجادی میخوام، میخوام که اپای شیری ما فقط در قله های بلند باشن. با شیری ما عزیز تنی صحت، خاطر جمع، خانه آباد و همین رو با شیری ما من انا گفتنیم که خداوند کریم انا همون از آهنگر دخترانی شود که باز یک انا با یک برنامه خوبی ایجادی خود تواند دلی ما مخلصان و تماشابینان عزیزی کشورمون رو مقصد شد مسرور گردوند و در حلقه فرزندان و نبیره هایش سربلند باشد. یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی تو هم، اه نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. امروز
شیرین مونی هولا و با اجرای سرود و ترانه‌های دلنشین خود مخلصانش را شاد می‌گرداند. در آینده ها نیز با چنین روان با کار خود ادامه دادن است. صنعت، هنر، سرود و موسیقی به حیاتش علاقه‌مندی زیش دارد و می‌خواهد همیشه با آن هم نفس باشد. آرزو دارد که ترانه‌هایش تسکین بخش دل‌ها گردد و آهنگش به زندگی مردم رنگینی‌های حیات را عطا نماید. برنامه شما را تماشا کردم و به من بسیار معقول شد. هم برندگی شما، هم تولرهایی که شما میابید، ثبت هایتون به من معقول شد و چخیل شما سوال میدهید زیاد معقول شد و وقتی که شما مرا به برنامه خود دعوت کردید من خرسند شدم که مرا هم یاد کردید. سطح بلند است. تشکر به شما و باز بلندتر باشد. بربری ها به شما خواهانی اونم که در هر یک خاندان همه صحت سلامت باشند و خوش و خرسند باشند، پستی و بلندی را نبینند و ما فقط در خدمت خلق خودمون هستیم. تمنا داریم که همیشه سرود شما، ترانه شما در خاندان مردم تاجیک تنین انداز باشد تا اینکه مردم از ترانه های شما شنیده حلاوتی ببرند. سلامت باشید. تشکر زیاد. با همین ترتیب بینندگان گرامی انجام بخشیم و برنامه خود با شما خیر خوش نمیکنیم، زیرا همکاران ما با برنامه های دیگر مهمونی خاندان شما خواهم بود. У меня никакой личной жизни. Вы не дадите мне свой. Это отсюда замечает, этот отсюда замечает, этот отсюда замечает. Этот хай молчит пока. Шухи кадист. Бенадагуни гирём ба амин тарти банджовим бахшим ба барнумой худ. Ба шума хайр хуш. Я говорю, меня нету. Барнумой тона дидам. Ба ман бисёр макул аст. Гуфти халки кабир так держать. Салам амуши. Муваффакият ба шума.